رمزانی چای تو با این کشمش و انجیر خوش بخور، خوشمزه است. ممنونم. این دمنوش گیاهی هم بوده. خب غیر این دو موردی که گفتی بیماری داشتن بقیه چی؟ همین. آها این علی جورابچی، اینو بگو از این بعد تو هم بهتری درمان بشه. ما یک بار برای معالجه داره از زندان خارج میشه، هر بارم یه بهانه‌ای داره. بسیار خوب. و یه مسئله هم هست که باید بهتون بگم در مورد صادقی ها، پدر و پسر جائل. آها. دخترشون هر چند روز یه بار میاد زندان و تقاضای ملاقات خارج از روال داره. خب مسئله یکی از اینه که نوع برخوردش چجوری بگم زننده است. یعنی چجوری؟ با سر وضع نامناسب میاد زندان، همش میخواد با سربازا و زندانمانا سر صحبت رو باز کنه، از این قبیل کارا. دو روز پیشم تونسته بود با همین کاراش بدون اطلاع من ملاقات خارج از روال بگیره. البته من اون فرد خاطی رو توبیخ کردم با درج در پرونده. خیلی ممنون که اطلاع دادی. چایت سرد شده. ممنون. گوجرم من ببرم. اینم از پنیر. چه دخترهایی؟ خانم اجازه؟ جانم. نازنین میگه این پنیره. پنیر که این شکلی نیست. پنیر که این شکلیه عزیز دلم. خب گوش کن ببین نازنین چجوری بهتون یاد میده. قشنگ اینا رو بچینی مثل نقاشی. بله. سلام سرچه جان. مهمون داریم. بیا بالا. خانوما آقا صدر رو دارن میان. آقا صدر رو دارن میان. وای هرا که نه به من از اون گوشتا. سلام خسته نباشی. میگم سلام با فلفل. سلام از این حرف سلام. سلام علیکم. بچه های کلاس بچه ها گوش کن ببین نازنی چجوری داری یادتون میده؟ آفرین. معلومه. الان همه اینا رو برداری عوض سوس رو بریزیم رونون. اوه منفجر کردی تو خونه؟ گفتم که بچه های کلاس هم هم آخه امروز تولد فاطمه است. فاطمه؟ پدر شهید جون توی سوریه. آه شهید شفیعی. گفتم یه حال هوایی عوض کنیم دوره هم جمع شیم با بچه هم پیتزا درست کنیم، البته بدون سوسیس و کالباس. پیتزا و گوشتی دیگه. خب از بیرون میگرفتیم این مصیبت هم میگه میکشیم. الو سلام آقای حسینی، کامران تماس گرفته با تون بیو جواب ندادیم. کی تماس گرفت؟ همین نیم ساعت پیش. یه دست گوشی الو تلفن آقا یه بطریش تمام شد. ما چی کار کنیم الان؟ تلفن شما دارید منم میم. چشم خدا نگهدار. اومد برم. چه اومدن رفتن بود؟ بعدم خوبه؟ بله خوبه. با بچه ها رفتیم با آقای قزوسته تا با برده بشیم. تو ماشینه؟ بله. سلام حسین. سلام. خدا قوت. ممنون. خوب تعریف کن ببینم. چی شد؟ راستش وقتی کانتینرها رو جابجا کردن دیگه موندم به صلاح نبود. چند تا خدمه هم تو یه قدمی اونجا که مخفی شده بودم اومدن. بعد هوا هم واسه نفس کشیدن کم بود دیگه ریسک نکردم زدم به دریا. فقط آقای حسینی من به معتمدی هم گفتم این اسلحه و تلفن ماهواره‌ای و وسیله هامو مجبور شدم هم اونجا مخفی کنم. بهترین کاری کردی، نگران اونا نباش. برو یکم استراحت کن به خودت برس. چشم. باشه آروم شو. به چشم کشم به مانوز به خاطر
بچه ها خوابن یه ذره کمش میکنم. بینوشون نمیگی چی شده انقدر پکری؟ نه خیره انشالله. خیره انشالله. در هر صورت گوشای من همیشه آماده شنیدنه. مربوط به این خانومیه که پدر و برادرش بازدار شدن. همونایی که جل کرده بودن؟ خب میترسم وثیقه‌ای که تعیین کردم زیاد باشه. خدای نکرده این دختر به راه نادرست کشیده بشه. یعنی همچین آدمیه؟ آدم ها تو وضعیت خودشون رو نشون میدن. بعضی ها ظرفیت دارن، بعضی ها ندارن. نمیدونم. در صورت نگرانش. خب از لحاظ قانونی میتونی وثیقه رو کم کنی؟ داره دست خودم یا دادستان. نظرمو بگم؟ بفرمایید. من اگه جای تو بودم وثیقه رو کم میکردم. این زن الان تنهاست. دو تا از مردای زندگیشم که تو حبسن. تو این شهر غریبه. وثیقه رو نصفم بکنی شاید به اندازه کل دارایی‌های اونا بشه. فکر نکنم بتونم زیرا ببرم. ولی در هر صورت هر کاری که فکر میکنی درسته و اجازه‌شو داری انجام بده. بله. خوشمزه است؟ حالا میگم تو این کبد ما رو خورد و خاک شیر نکنی بدخون نیستی نه؟ مرغ توشه. سوسیس و کالباس که نریختم. ما پنیر هم داریم. پنیر؟ شما که بلدی؟ دو قلوب از اون آبگروهات بخور میشوره میبره. ما هفتم کابینت رو نگاه کردم. نداریم آبگروه تانو کنیم. باش. برای کبدت بده. آب میارم من. الان آب میارم برای تو. سدرا جان شما کی میای تهران؟ خانم جون من اینجا کلی گرفتاری دارم نمیتونم بیام تهران که چه میدونم ماموریتی چیزی نمیاد چیزی شده خانم جون تو فکر من دلم برا تنگ شده میخوام ببینم خوش به حال من که مادر خانم هم اینقدر دوستم داره میگم مهدی و بچه ها رو بفرستم خوبه؟ سدرا جان من میخوام خودتو ببینم خب حالا میخواید یه روز صبح بیام شب برگردم دیگه آره اگه بیایی که خیلی خوبه نگرانم کردید انشالله که خیر خیلی خوب باشه من شرط کاریمو ببینم اولین فرصت سعی میکنم بیام دیگه پس خبر بده باشه خدافظ قربانت خدافظ پیرهن 115 عدد، شلوار 217 عدد، کفش 53 جفت اینا. آقای قاضی شرافتن هر چقدر میخوای حبس بنویسی بنویس ما پول بده نیستم جریمه هم نمیدم یه وسایل هم که ازم گرفتی بهم بدید دار و ندار من خب عزیز من خلاف کردی خب ککام قربونت برام خب به خاطر همینه میگم نه هر چقدر حبس بخوای بنویسی بنویس آقای قاضی شرافتن دزدی کردم نه دارم شکم زن بچه من سیر میکنم آخه با این پای علیلمو نمیتونم برم کارگری وجدانم اگه خودت بودی چی کار میکردی؟ آدم شرمنده زن بچهش بشه؟ ها؟ قبل این کارگری میکردی؟ ها تا 3 سال پیش یه چای افتادم این پام از 3 جا شکست دیگه نمیتونم کارگری کار کنم به خاطر همین افتادم به قاچاق
یه نشونی برات می‌نویسم. خب برو اینجا. کجا؟ کارخونه کمپوت سازی. آقای قاضی کمپوت برای چی نه آخه؟ اینو میبری میدی به رئیس کارخونه آقای ملک محمدی. خب بگو قاضی حسینی منو فرستاده. این خودش میدونه چی کار کنه. آقای قاضی کسی که با آدم علیل کار نمیدونه الانم خود سابقه دار شدم. ببین بالاخره من باید برات یه جریمه بنویسم دیگه. بابا جرم کردی. خود چقدر؟ مقدار جریمه دست خود منه. یه مقداری مینویسم که بتونی پرداخت. خود چقدر؟ بتونی پرداخت بکنی. خود نمیگی چقدر؟ خیلی خوب حالا کمکت میکنم دیگه. برات قراره من تعقیب صادر کردم. یعنی چی؟ الان ما برم زندان؟ یا بعدن؟ آقای قاضی این جنسام چی؟ جنسام پس میدی؟ خیلی خب فردا بیا بهت بگم کی و کجا بری این جنساتو تحویل بگیر. خوبه؟ آقای قاضی خیلی مردی معاشت کنم. خودت مردی که با این شرایط خونه نشین نشدی در خرج زن و بچه تو در میاری. رو به زندگیت برس. به سلامت. دست درد نکنه. آقای حسینی یه آقای کلافم کرده خیلی اصرار داره شما رو ببینه. چیکار کنم آقا؟ خب بگو بیاد تو ببینم چی میگه. چشم. سلام. سلام علیکم. بفرمایید. من از همکارای مهندس خوشرزمم. آها مهندس خوشرز. خب بفرمایید. پرونده‌اش دست شماست. اومدم ببینم تشکیل میشه. پرونده‌اش داره تکمیل میشه به جای خوبی هم داره میرسه. اونجایی که شما میگی خوب از نظر ما یعنی بد. حالا خوب یا بد شما باید صبر کنید تا تکلیف این همکارتون معلوم بشه دیگه. آقا صدرا جمع کن پرونده رو. پسر جان آقای حسینی گرفتاری این پرونده زیاد. آقای حسینی برو بیرون. خوشم کی جمعش میکنی؟ گفتم به تحقیقات داره کامل میشه بعد میفته تو روال قضایی حکم صادر میشه. من تعقیب بزنم تموم شه بره. بچه جان میدونی الان میتونم بدم بازداشتت کنم؟ همین کار نمی کنم برای که جوون خوبی هستی. میخوای حرف بزنی؟ برو شماره تو بده به منشیم. خاطیا شماره تو برو بده به منشیم. سر فرصت بهت زنگ میزنیم بیا حرفاتو میشنوم. برو بابا جون. منتظرم. نو برو پسر جان. پشتی و اسلحه و موبایل ماهواره ایم تو کشتیه. میرم بیارم. جریان چیه جناب سروان؟ چرا کسی توضیح به من نمیده؟ معمول این کشتی توقیفه. خب همه مدارک ما کامله. برگ ترخیص بازرسی اگه بخواید میگم بچه ها براتون بیارم. نیازی نیست تشریف بیارید پایگاه اونجا بهتون توضیح میدم. بفهمید.
الو شهبازی، آقای شهبازی سلام. سلام. من اصلا دارم رانندگی میکنم، بزنم کنار ببخشید. خواهش میکنم. آقا سلام علیکم، ارادت، یادی از ما کردی آقا. سلام قربان، اوضاع رو به راست؟ خدا رو شکر شما چطوری؟ الحمدلله، همه چی میزونه؟ خدا به خیر بگردونه، شما هر موقع میخوای ما رو احضار بکنی میفتی به اول پرسی آقا. خدا خیرت بده که مسیر رو کوتاه میکنی، یه سر برو پیش دکتر ایروانی. طوری شده؟ در مورد پرونده صادقیاست، پدر و پسری که به اتهام جعل بازداشت هستن. خب حالا این شکایت کردن از ما چیه؟ دکتر ایروانی منتظرته، یه سر بیا. ها خدمت میرسیم، خیلی مخلصیم. خدا نگهدار. شهبازی گفت ما برسیم خدمت شما جناب دکتر ایروانی. آقا ماجرا چیه؟ من هر موقع میام پیش شما تن من میلرزه. شما که هر بار اومدی دادسرای قضات رو سفید رفتی بیرون. آقا دست خودم که نیست، خب میترسم دیگه. راستش آقای حسینی من مصدق اوقات شدم یه مزیر ازتون بپرسم. بفهم. شما با اقوام متهم صادقی آشنایی؟ در حد تحقیقات پرونده دیگه. خارج از روال پرونده. نه خیر. راستش ما برای پرونده که یکی از کارمندهای دادسرا جز متهمینه حکم شنود مکالمات چه گرفتیم. اتفاقی متوجه شدیم که یکی از اقوام متهم صادقی با ایشون تماس گرفته و ازشون خواسته برای آزادی این پدر و پسر یک کاری بکنه. خب آقای کارمند پرسیده پرونده دست کیه و اون طرف یعنی آشنای متهم صادقی گفته دست قاضی حسینی. خب این مسئلهش کجاست؟ مشکل از همینجا شروع میشه. کارمندی که خدمتون عرض کردم به فرد طرف دیگه یه خط گفته که حسینی از خودمونه و ماجرا به راحتی حل میشه. یعنی چی که از خودمونه؟ آیا حسینی من سوابق شما رو میدونم، اگه ذره‌ای به شما شک داشتم ماجرا رو با جزئیات براتون توضیح نمیدادم. ولی باید مشخص بشه یعنی چی که اونا راجع به شما اینطوری صحبت کردن. ببخشید آقای دکتر، من الان باید در مورد ذهنیت اون آقا که چی فکر میکرده به شما توضیح بدم؟ اون کارمند که نمیدونسته داره مکالماتش شنود میشه، میدونسته؟ قطعا نری. خب باید جوابی واسه این مسئله پیدا بشه. شما خودتو بذار جای ما، چیکار میکنی؟ خب حتما پاپوش برام درست کردن دیگه. از طرف کی؟ همین ایمان خوش رست. چه ربطی به این پرونده داره؟ تو این پرونده برام مشکل درست کردن که از این پرونده هم خر بشن. تو این مدت کم تلاش کردن، تطمیع کنن منو، تهدید کردن، الان پاپوش برای خر. آیه حسینی دقت بفرمایین، اون آقا نمیدونسته تلفنی که داره باهاش صحبت میکنه شنود میشه. پاپوشو جوری میدوزن که به دردشون بخوره. تیر هوایی که نمیزنن برادر من. در مورد آقای ایمان خوشرزم من که با دادستان صحبت میکردم گفتن که هنوز سند و مدرک قابل استنادی از حضور این آقا تو پرونده به دست نیومده. پاپوشی که شما حس میزنین که البته از نظر من از اساس غلطه نمیتونه کار ایشون باشه. آقای دکتر من هر چی به ذهنم رسید گفتم، الانم هر تصمیمی میگیرید صلاح خودتون. حسین جان من ازت خواستم تشریف بیاری اینجا یه مشورتی با هم داشته باشیم، یه کمکی به ما بکنی. ما در خدمتیم. ایشالا که خیره، درست میشه. ببینید آقای باسپورس، همه کارهای من قانونی بوده. من الان بیشتر از 4 ساله که تمرکزم رو گذاشتم روی واردات. شما برین پرونده تمام کالاهایی که وارد کردم رو بررسی کنی، یه نقص توش نیست.
فقط راجع به بانک فردا و باقی بانکایی که ازشون وام گرفتم یه سری باید بهتون توضیح بدم. اونا رو همه رو تسویه کردم. اینا به من ربطی نداره. در مورد پرونده‌ای که دست منه همه چیز برای علیه تو. این بار فریب خوردن. فریب نبوده. از چند ماه قبل برنامه ریخته بودی. بعدم که دیدی تیرت به سنگ خورده، تطمی جواب نمیدی، یکی رو فرستادی منو تهدید. آقا تهدید و تطمی کدومه؟ من اصلا نمیدونستم. خب من اصلا نمیدونستم بازپرس پرونده اینجا شمایی. واقعا نمیفهمم چی میگین. ببین با پیچیده کردن مسئله به جایی نمیرسی. نه تلفن پدرت، نه هیچ کسی دیگه. باعث نمیشه تا پرونده حل نشه آزاد بشی. آی بازپرس، پدر من اصلا با من مشکل داره. 7 سال پیش من اخونه انداخته بیرون. هر کاری کردم خودم بودم. گن زدم خودم بودم. کار درست انجام دادم خودم بودم. فقط خودم بودم خودم. این مدلی شو دیگه ندیده بودم. من نمیدونم چی تو کلت میگذره. با این حرف ها اصلا میخوای به چه نتیجه برسی؟ میخوام به این نتیجه برسم که ازتون خواهش کنم منو با اتهامات خودم بازجویی کنین. کاری نداشته باشین پدر من چی کاره بوده. باش، ما الان با ایمان خوشرزم متهم طرفیم. اصلا نه به پدر، شغل پدر، شهرت پدرش، اصلا به اینا کاری نداریم. ها اصلا به ما چه؟ اول بگو ببینم این کاظم یوسف زادگان کجا غیبش زده؟ غیبش زده؟ شما فکر کردین اگه خودشو گم و گور بکنه دیرتر ما به نتیجه میرسیم؟ من خبری ندارم ازش. چند سال با هم کار نمیکنین؟ نه، من یوسف زادگان فقط 1-2 ساله که میشناسم. رابطمونم فقط آقا بازپرس، برنامه رفیق ما چی شد؟ خوب پیچوندی ما رو. هر چی میخوای تلفنی بگی همینجا بگو، اگه نمیام در خونه. فهمیدی؟ مثل که زبون خوش حالی دمیشه. میری به اونایی که تو رو فرستادن میگی با این کارا به جایی نمیرسم. فهمیدی؟ آره. فهمیدی یا نه؟ دست آقا کنم. بلند! آره. بلند! آره. فهمیدم. باشا. دستگاه تصفیه آب میخواین یا دمنوش؟ آخه دیگه دمنوش چیه که قسطی باشه عزیز من؟ شما خریدار نیستی، من کلی کار دارم. ببخشید، خدا حافظتون. با 2 ساعت وقت دادم و میگیرم آخرشم چی به چی. ترسیدم. کی اومدی؟ سلام. سلام. مثلا نفهمیدم تو کی اومدی. خسته نباشی. ممنون. ببینم مرتضی چی شد؟ درست میشه. چی درست میشه؟ با یارو حرف زدی؟ اول باید خیالم از یه چیزایی راحت بشه بعد. مثلا چه چیزایی؟ خونه رو باید عوض کنیم. چی داری میگی هدایت؟ پول رهن خونه رو میگیریم، میدیم دست مرتضی بره دم دستگاهش تهیه کنه. اون وقت خودمون بریم تو خیابون زندگی کنیم. نه، چند تا محله پایین‌تر، چند متر کوچیک‌تر که پول رهن نخواد، با همون اجاره حل فصلش میکنیم. چند تا خیابون پایین‌تر، چند متر کوچیکتر، اینجا هم همچین سرسرا نیست، سوسکدونیه، برای همین بهمون ارزون داده. من دارم با سیلی صورتم رو سرخ نگه میدارم. اینجوری نمیشه هدایت، آبرومون میره،
خانواده مهدی تو این خونه اومدن خواستگاری. تو این خونه بله برون دخترم بوده. اون وقت فکر میکنن که ما تو جهاز کم آوردیم، میزنن تو سر بچه‌ام. چیکار کنم؟ فلش کنم از ایران بره؟ نباید بره، غلط کرده بخواد بره. به خاطر ندونم کاریش که نمیتونی خودونو بدبخت کنی. من پدرش نیستم؟ کدوم پدری تو شریعت تو حاضر میشه 150 میلیون بده دست پسرش که بره دم و دستگاه بخره؟ تو باید فکرشو درست میکردی. فکرشو باید مدرسه درست میکرد که نکرد، دانشگاه باید درست میکرد که نکرد. الان اگه ندم زندگیش تباه میشه، ندا دستش میپره، هیچ امیدی به زندگی نداره. همون بهتر که این ندا خانم از دستش بپره. ندیدی بابای زبون افهمش چی گفت؟ گفت تا کارگارا نرفته نمیذارم ندا بشینه سر سفره. کارگاه که را بیفته اینم فکر خارج رفتن از سرش میفته. تو پدر مرتضایی درست، اما پدر رویام هستی، شوهر منم هستی. تو میخوای همه ما رو کنار بذاری که بچسبی به خواسته های نامربوط پسرت. تو اگه میلیاردرم بودی باز اون یه خواسته هایی داشت که تو رو تو درد سر بندازه. اون پسر خودش از صبح تا شب داره جون میکنه. نکن هدایت این کارو، نکن. بشین امشب با پسرت حرف بزن، بهش بگو ما از نظر خانوادگی به هم نمیخوریم، همکفه هم نیستیم، اینا با هم خوشبخت نمیشن. ندا رو رها کنه خارجم از سرش میفته. من تو رو دوست داشتم، جلوی همه وایستادم، کارگری کردم، پول جور کردم، یه اتاق اجاره کردم، اومدم عقدت کردم. به پسرت هم بگو بره کارگری کنه، یه اتاق کرایه کنه، ببینم همین ندا خانم میره تو اتاق کارگری بشینه زندگی کنه. خب به خاطر همینه باباش میگه تو کارگر رو نیفته نمیذارم بشینه سر سفره عقد. هدایت با این کارت رویا رو میندازی به جون خودت. ببین کی گفتم. بیا باش. دو دستی بابا، دو دستی. باهم بیا. تاها کجاست؟ تو اتاقش ناراحت. برای چه ناراحت؟ تو محصه داشته فوتبال بازی میکرده، خب افتاده زمین. کجا داری میری؟ میام الان. آخه بازی تموم نشده. آره سب کن میام دیگه. بعدی خانم. بله. اگه شما قرار نبود با معلم ورزش تاها صحبت کنیم. در چه مورد؟ چه میدونم یه ورزش غیر از فوتبال براش انتخاب کنم. چند بار رفتم گفتم فایده ای نداشت، نمیتونم برم با مردم دعوا کنم. نمیگم با مردم دعوا کن، میگم چرا به من نگفتی؟ حالا چرا انقدر عصبانی؟ عصبانی نیستم. چرا هستی؟ اگه نبود اینجوری حرف نمیزدی. من لحنم همیشه همینجوریه. ببخشید که عصبانی بودم. خوبه؟ ذهنت هنوز درگیر ماجرای اون خانوم است؟ بله. وثیقه‌ش رو کم کردی؟ کم کردم ولی نگرانم. نگران برای چی وقتی کار درست کردی؟ اگه این ماجرای شمود که حفاظت گفته تا توش در نیاد، همین وثیقه ممکنه برای من درد سر بشه. وقتی نیتت خیر باشه خودم کمکت میکنه. ببی الان انقدر همه چی پیچیده به همه، اصلا نمیدونم چی درسته چی غلطه. خودم میرم مدرسه تا حرف میزنم. نه ماجره تا رو خودم درست میکنم. وسیقه رو چکار کنم مهدیه؟ نمیتونم خودت یه کاریش کن. ببخشید خانم، شما گفتی وسیقه رو کم کن. تو اگه نخوای کاریو بکنی عالم و آدم جمع میشن انجام نمیدی. هلکی گردن من ننداز. تو گفتی میز رو جمع کن، میخوام شام بکشم. نه چشم.
شده. این زن من دست بزن داره. چرا من تعقیبش کنم؟ عزیزم گزارش پزشک قانونی گفته شما رو ثابت نمی‌کنه. خب یه جوری میزنه که جاش نمونه. خب بالاخره باید گفته تا ثابت کنی یه جوری دیگه بفرما. سالار کیان نامه تبدیل وثیقه صادقیا رو فرستادی؟ والا نه هنوز داشتم روی پرونده کل برداری تلفنی کار میکردم نرسیدم. آه خب فعلا نفرستاد ستنی. چشم. راستی آقای حسینی حاج آقا منتظرت. من کی باشم که به شما بگم چی کار بکن؟ من دارم میگم که چی کار نکن. پدر جان من کارامو خوب بلدم، شما نمیخواد بگی چی کار بکن، نمیخواد بگی چی کار نکن. شما چند تا بچه داری؟ بچه ندارم، بچه هم کجا بود؟ ایشالا بچه دار شی بفهم من چی میگم. نمیم. این مرتضی اگه از ایران بره مادرش آقتو میکنه، من نمیخوام اتفاق بدی برای شما بیفته. خب بیا برو به کارت برس. آقت میکنه یعنی چی؟ یه نفر از من خواسته براش ویزا بگیرم، منم میگیرم، کارم اینه. دیگه عاقد میکنه این مسخره بازیه یعنی چی؟ هزینه کردیم. اون بچه عقلش نمیرسه چی کار داره میکنه. هر چقدر خسارات شما بشه من میدم. دستموزتون چقدره؟ بچه چیه؟ 30 سالشه. بچه هست دیگه، عقلش نمیرسه شما چه بلایی میخوای سرش بیاری. لا لا هلا لا. بیا آقا بیا برو به کارت برس، بذار منم به کارم برسم، کلی کار دارم. بی خود کار داره؟ توی ساختمون بینامنشون دفتر را انداخته جوانای مردم رو گول بزنی؟ اصلا مجوز داری برای این کار؟ آقا من اصلا غلط کردم. خوبه؟ خرمو از کورگی دوم نداشت. همه امروز هم میرم مدارکش تحویلش میدم شهرتون کم. تمومه دیگه، حله؟ بده من مدارک یکی دیگر بدم به شما، بعد پسرت بیاد بدتر از خودت سرم بیاره. از چاه بیافتم تو چاله؟ از چاله بیافتم تو چاه؟ خدا نکنه. پس بی خیالش میشید گهره؟ شدم آقا، بی خیالش شدم. بفرمایید. خدا خیرت بده. خساراتت هم میدم. یعنی تو مطمئنی که این آقا خواسته با جابجایی کانتینرها به عمد برنج آلوده وارد مملکت کنه؟ شما اسناد و مدارک زمینه پرونده رو نگاه کردین دیگه. همه این بارها به درخواست ایمان خوشرزم وارد شده، پولش از حساب شخصیش پرداخت شده. تیم مشورتی همین آقا سازوکار بازرسی گمرک رو تغییر داده، پیشنهاد داده. عدالت کافی نیست، من نمیتونم کیفرخواست رو تایید کنم. حاجی این آقا کاری کرده بازرسی و ترخیص کالا رو آب انجام بشه تا به هدفش برسه. تمام سیستم هم خودش مدیریت کرده. پیشنهاد دادن با تغییر دادن فرق میکنه. برو تحقیقاتتو کامل کن. بله بله چشم. کاری با من ندید؟ چرا باید کار دارم؟ این نامه از طرف دفتر رئیس قوه اومده. خیلی خوب، من باید برم شورای تامین استان. اگر حرفی باقی مونده بذار برای بعد. شما این خوندی؟ خوندی؟ من برای چی باید برم تهران؟ همچنین که برای چی باید برم تهران، انگار رنگار یه عمر اونجا زندگی کردی. خب 6-7 سال اینجا بودی، ایشالله برمیگردی تهران دیگه به سلامتی. حاجی حاجی من که نمیتونم همچنین بدون هماهنگی بذارم برم تهران. شرط کاری خانوم هم اوزه تاها. حاجی بله. آه نکنه برمیگرده به ماجرای شک حفاظت قوه. شما هم دیگه ما اعتماد نداری دیگه. چند بار باید بهت بگم نامه از طرف دفتر رئیس قوه اومده، لازمت دارن باید بری دیگه صدرا. باید برم یا میتونم برم؟ ببین قوه الان سفت و سخت میگیره پرونده‌های مفاسد اقتصادی رو. تمرکز پرونده‌ام تو تهرانه. خب برو تا به زور نبردنت دیگه. این پرونده حفاظت چون کم بسته نشده که من گمونم با اون قاضی حسینی دیگه میره. تو شهرهای اطراف یه قاضی حسینی داریم. به شهربازی هم گفتم حدسم و گفت که به نتیجه رسید خبرت میکنه. خداحافظ.
زده من کردم، باج دادم، رشوه دادم. نامه انتقالیم به تهران رو زده. چی؟ این درون در میزنم بلکه بتونم پول جور کنم. 150 میلیون هدایه. تازه داریم میرسیم به جاهای خوب ماجرا.